در پاکستان عمران خان امروز به عنوان نخست وزیر سوگند یاد کرد که دومین انتقال صلح‌آمیز قدرت در تاریخ 70 ساله آن کشور شمرده می شود. هوشمند میرفخرایی گزارش می دهد. مراسم سوگند نخست وزیر جدید پاکستان در حضور عالی ترین مقام های کشوری و لشکری و توسط مأمون حسین رئیس جمهوری پاکستان اجرا شد. سوگند می خورم که به عنوان نخست وزیر پاکستان وظایفم را در نهایت صداقت و مطابق با قانون اساسی کشور و شرع مقدس اسلام و با حفظ منافع ملی، تمامیت ارضی و استقلال جمهوری اسلامی پاکستان انجام دهم. یک روز پیش از آن مجلس پاکستان که 324 کرسی دارد، عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف را به عنوان 21مین نخست وزیر آن کشور انتخاب کرده بود. حزب پوپولیست تحریک انصاف در آخرین انتخابات پاکستان که 25 روز پیش برگزار شد 176 کرسی به دست آورد، اما نتوانست اکثریت را کسب کند. شعار اصلی عمران خان در طول مدت مبارزات سیاسیش مبارزه با فساد بود. فسادی که گریبانگیر پاکستان شده تنها زمانی نابود می شود که نهادهای مبارزه با آن به قدرت برسند. با افزایش بودجه و اختیارات قانونی نهاد بازرسی و حسابرسی می توان با قدرتمندان فاسدی مانند نواز شریف به نحو مؤثری مبارزه کرد. حزب مسلم لیگ شاخه نواز به رهبری نواز شریف نخست وزیر سابق پاکستان با کسب 96 کرسی در انتخابات با شکست سختی روبرو شد. نام نواز شریف به عنوان یکی از کسانی که در پولشویی و نقل و انتقال ارز به خارج دست داشته در اسناد دادگاه آمده است. عمران خان قهرمان سابق کریکت پاکستان است که 22 سال پیش وارد سیاست شد و در انتخابات 4 سال پیش تنها 20% از آرا را به خود اختصاص داد. اما سال گذشته دادگاه عالی پاکستان نواز شریف نخست وزیر وقت آن کشور را به جرم فساد از شرکت در انتخابات محروم و به 10 سال زندان محکوم کرد که کمک بزرگی به پیروزی عمران خان محسوب می شود. هوشمند میرفخرایی، صدای آمریکا.